اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. با عرض سلام و احترام خدمت بینندگان عزیز و نهایت گرامی، در پنجم ربیع الاول سال روز وفات حضرت سکینه دختر ابی عبدالله الحسین علیه السلام قرار داریم. این مناسبت رو به محضر همه شیعان و ارادتمندان به خاندان عصمت و طهارت تسلیت عرض میکنم، از خداوند متعال مسئلت میکنم، توفیق طاعت و پیروی از این خاندان رو به همه ما عنایت بفرماید. در این جلسه به مناسبت سال روز وفات حضرت سکینه دختر نازدانه ابی عبدالله الحسین علیه السلام، نکات راجع به شخصیت این بانو خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم. در یک نگاه اجمالی خدمتتون عرض میشود که حضرت سکینه خاتون دختر امام حسین علیه السلام، مادرش رباب دختر امرؤ القیس و شخصیت بسیار برجسته و فرهیخته‌ای بوده است، چنان که مرحوم شیخ مفید در کتاب ارشاد نقل می‌کند که و سکینتو بنت الحسین و ام هرباب بنت امرئ القیس ابن عدی کلبیه و هی ام عبدالله ابن الحسین و فاطمه بنت الحسین علیه السلام. وقتی در معرفی این بانو بیان میکند که سکینه دختر امام حسین و مادرش رباب دختر امرؤ القیس که از خاندان قیس ابن عدی و ایشان مادر عبدالله ابن حسین و فاطمه بنت الحسین هستند. نام اصلی حضرت سکینه چند تا نام ذکر شده است، به نام آمنه، امینه، امیمه هم نوشتن. لقب جناب سکینه رو مادرش رباب برای این دختر انتخاب کرده و همین لقب به جای اسم او شهرت پیدا کرده است و به جای اسم این بانو نیز امروز یاد می شود. سکینه به معنای وقار و سکون و آرامش هست و این بانو یعنی جناب سکینه خاتون دختر امام حسین و از مادر خواهر علی اصغر علیه السلام هست و در کربلا نیز حضور داشته است که در ادامه به صحنه هایی که این بانو در کربلا شاهد بوده است و مطالبی که از اون حضرت نقل شده است اشاره خواهیم کرد. از زمان ولادت حضرت سکینه اطلاع دقیقی در دست نیست و مورخین تاریخی مشخصی به عنوان سال روز ولادت این بانو نقل نکردند. اما از فرمایش امام حسین علیه السلام در کربلا که خطاب به این دختر نازدانش جمله‌ای به کار برده است و به نام خیرت النسوان یاد کرده است، این نکته استفاده می شود که
حضرت سکینه خاتون در کربلا بانوی رشیده‌ای بوده است، به سن بلوغ رسیده است و بین 10 تا 13 سال عمر داشته است که امام حسین علیه السلام در روز عاشورا در ضمن خداحافظی که با اهل حرم انجام می‌دهد، از جمله خطاب به سکینه خاتون او را در ضمن شعری به خیرت النسوان یاد می‌کند که به معنای برگزیده زنان هست، که از اینجا فهمیده می‌شود که حضرت سکینه در اون روز به سن بلوغ رسیده و جزء زنان به حساب می‌آمده است. در اون شعر حضرت می‌فرماید: و اذا قتلت فانت اولا بالذی تأتینه یا خیرت النسوان، که در ضمن خداحافظی می‌فرماید: وقتی من به شهادت رسیدم تو سزاوارترین شخصی هستی که بیایی ای برگزیده زنان. در تاریخ زندگی حضرت سکینه خاتون نقل کرده است که ایشان حدود 70 سال عمر کرده است و در سال 117 هجری قمری در مدینه وفات یافته و به نقل در قبرستان بقیع نیز به خاک سپرده شده است. چنان که بلاذری نقل کرده است که گفته: قالوا توفی از سکینه بنت الحسین بالمدینه سن 17 و علی المدینه من قبل هشام، که این تاریخ رو بلاذری هم در تاریخ خودش نقل میکند که سکینه دختر امام حسین علیه السلام در سال 117 هجری قمری در مدینه وفات یافته است. در معرفی پدر و مادر این بانو این نکته رو به اجمال اشاره کنم که پدر بزرگوار این بانو ابی عبدالله حسین علیه السلام شخصیت برجسته شناخته شده، کسی که امروز در کل جهان اسم او و یاد او و نام او همچنان شناخته شده است و خیلی از ملل و فرهنگ‌های مختلف امام حسین علیه السلام را به خوبی می‌شناسد و ما هم بیش از این وقت عزیز شما را در این زمینه نمی‌گیریم. اما مادر حضرت سکینه جناب رباب همسر گرانقدر امام حسین علیه السلام هست و همان گونه که اشاره شد مادر عبدالله یا علی اصغر علیه السلام هم هست. جناب رباب مادر حضرت سکینه از زنان فرهیخته و با شخصیتی و از زنان نامدار در تاریخ اسلام هست، بانوی فاضله محدثه که همراه با امام حسین علیه السلام و فرزندان خودش در کربلا حضور داشت و این بانو شاهد شهادت همسر مهربانش حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام و طفل شیرخوارش حضرت علی اصغر علیه السلام در صحنه کربلا بود و در عاشورا و در کربلا رنج و مشقت‌های زیاد را تحمل کرد و بعد از اون هم دورانی اسارت را پشت سر گذاشت و در این مدت به وظیفه و رسالت سنگینی که بر دوش داشت به خوبی ادای وظیفه کرد و آنگونه که مورد رضایت خداوند و رضایت پیامبر اکرم و فرزند پیامبر اکرم حضرت ابی عبدالله حسین علیه السلام بود، از خود به بهترین وجه وظیفه‌اش رو ادا کرد و همراه با زنان اسیر در کوفه و شام رفت و همراه با اونها دوباره به کربلا آمد و باز هم به مدینه مراجعت نمود. جناب رباب مادر حضرت سکینه همون گونه که اشاره شد از زنان نامدار و بلکه از بهترین زنان عصر خود بوده است و در پیشگاه امام حسین علیه السلام نیز از منزلت و جایگاه بسیار برجسته برخوردار بوده است، به گونه ای که بلاذری متوفای 279 هجری قمری در شعر منسوب به امام حسین علیه السلام بیان می کند که امام حسین علیه السلام در این شعر
مطرح کرده است که لعمرک اننی لأحب ارضا تحل بها سکینت و الرباب. در اینجا در این شعر حضرت می فرماید قسم به جان تو که من زمین و خانه ای را که در آن سکینه و رباب اقامه داشته باشد و ساکن باشد دوست دارم. احبهما و ابذل بعد مالی و لیس للائم فیهم عتاب. بعد می فرماید که دوست دارم و علاقمند هستم و مال خود را برای اونها خرج می کنم و هیچ سرزنشگر و ملامتگر هم در این مورد نمی تواند عتاب و سرزنشی داشته باشد. خب در اینجا می فهمیم که اگر این شعر درست باشد، امام حسین علیه السلام با چنین بیانی اون علاقه خودش رو نسبت به همسر مهربانش حضرت رباب و دختر نازدانش بیان می کند. در مقابل حضرت رباب نیز همین عشق و علاقه و محبت رو نسبت به همسرش ابی عبدالله الحسین علیه السلام داشته و اون رو به خوبی نیز بعد از واقعه عاشورا و بعد شهادت امام حسین علیه السلام حفظ کرده است. با اون که در تاریخ نقل کرده است که برای حضرت رباب بعد از شهادت امام حسین علیه السلام خواستگارهای متعدد پیدا شد و از حضرت خواستگاری کرد، اما حضرت رباب به همه اونها این گونه جواب میداد که بعد از فرزند رسول خدا دوست ندارم که همسری رو انتخاب کنم. و به مدت یک سال نقل کرده است که زیر آسمان زندگی میکرد و در خانه سرپوشیده و زیر سقف زندگی نمی کرد، برای این که اون صحنه‌ای که در روز عاشورا شاهد بود و بدن مطهر همسرش را در زیر آفتاب مشاهده کرده بود به خود اجازه نمی داد که تا زنده است دوباره در سایه برود و در زیر آفتاب نباشد و به این ترتیب از شدت حزن و اندوه جان سپرد. خب مادر حضرت سکینه یک همچنین بانوی وفادار با عظمت و با شخصیت است و حضرت سکینه خاتون از چنین پدر و از چنین مادری بزرگواری به دنیا آمده است و از چشمه زلال دانش و معرفت امام حسین علیه السلام جرعه ها نوشیده و به درجه بالای از ایمان و باور دینی رسیده است. حضرت سکینه گوهر درخشان و محصول با عظمتی از چنین پدر و مادری، یک گوهری در صدفی از حیا و عفت، از شخصیت و نجابت، آراسته به اخلاق محمدی صلی الله علیه و آله و سلم بود و در شأن این بانو ستایش ها، مدح ها، تعریف و تمجید های فراوانی نقل شده است و بالاتر از آن است که ما بتوانیم در یک جلسه راجع به این بانو مطالب قابل درخوری در شأن اون حضرت بیان بکنیم. دختر امام حسین علیه السلام به دلیل این که در یک چنین خانواده‌ای تربیت شده است و از چنین دامنی متولد شده است، طبیعتاً از شجاعت، از غیرت، از حیا، از عفت بی‌نظیری برخوردار بوده است. در شجاعت این بانو نمونه‌های فراوان در تاریخ ثبت شده است که در مقابل ظالمان و ستمگران و کسانی که حاکمان اون روز بوده است به انجام تکلیف الهی خودش همت می‌گماشت، از هیاهوی تبلیغاتی، از وحشت و ترس که حاکمان زورگوی اون زمان ایجاد می‌کردند به خود هراس راه نمی‌داد، با دلیل و منطق حرف حق خودش رو بیان میکرد و حقانیت خودش رو هم به اثبات میرسان. روزهای جمعه میگه خالد ابن عبدالملک بر بالای منبر میرفت، بر اساس سیاست زشت و پلید اون روز که به امیر المومنین علی علیه السلام سب و دشنام میدادن، میگه وقتی این خبر به حضرت سکینه رسید همراه با خدمتگزارانش نزد خالد میامد، در مقابلش میستاد، وقتی او به سب و لعن امیر المؤمنین علی علیه السلام می پرداخت، حضرت سکینه به سب و لعن او می پرداخت. میگه نگهبانان خالد جرأت نداشتند که به خود حضرت سکینه آسیب برسانند، اما به همراهانش
آسیب میرساندن و در مجلس که مروان امیر مؤمنان علی علیه السلام رو سب مینمود، با شهامت هم خود مروان رو هم اجدادش رو به سب و لعن میگرفت. خب این گونه حضرت سکینه با شهامت و شجاعت حرف حق رو بیان میکرد و از کسی هم هراس و ترس به خود راه نمیداد. در یک جلسه میگوید دختر عثمان خلیفه سوم وقت خودش رو به عنوان دختر شهید معرفی کرد و به این وسیله میخواست افتخار کند و به دیگران فخر فروشی کند. میگه جناب سکینه خاتون صبر کرد تا موقعی که اذان بلند شد و وقت صدای مؤذن به شهادت به رسالت پیامبر اکرم بلند شد، میگه جناب سکینه خاتون رو کرد به دختر عثمان و فرمود که این پیامبر خدا که به رسالت او گواهی داده می شود پدر توس یا پدر من. میگه دختر عثمان از اون سخن خودش شرمسار شد و بعد تأکید کرد که لا افخر علیکم ابدا، من دیگر هرگز بر شما فخر فروشی نخواهم کرد. خب بدین وسیله هر کسی را که ادعای نادرستی و ادعای نابجایی را مطرح می کرد با استدلال و منطق گویا سر جایشون می نشان. عظمت مقام و فصاحت و بلاغت کلام حضرت سکینه به کس اجازه گستاخی و توهین نمی داد و با منطق رسای خود همه رو سر جایشون می نشان، همانطوره که سخن گفتن عمش حضرت زینب سلام الله علیها در صحنه‌های گوناگون در کربلا، در کوفه، در شام، در شهرهای دیگر وقتی لب به سخن می گشود همه رو سر جایشون می خکوب می کرد. و از همین جا می شود پی برد برخی از ادعاهایی که در مورد حضرت سکینه مطرح شده است و از جمله بیان کردند که حضرت سکینه با شعرا، با خطبا گفتگو و مشاعره داشته و مطالبی که در شأن و شخصیت حضرت سکینه نیست، و از اینجا می شود این مطالب رو به خوبی درک کرد و فهمید که این حرفهایی که بالاتر از شأن و جایگاه حضرت سکینه هست به احتمال زیاد توسط همان دشمنان حضرت ساخته و پرداخته شده است. اما اگر بخوایم شخصیت حضرت سکینه را به درستی درک کنیم، یکی از ویژگی‌هایی که در مورد این بانو نقش شده است این است که حضرت سکینه جزء راویان حدیث هست. از جمله مرحوم مجلسی روایت را از سکینه و فاطمه دختران امام حسین علیه السلام و اونها از ام کلثوم دختر امیرالمؤمنین و اونا نیز از فاطمه زهرا نقل کرده است که قالت حدثتنی فاطمه و سکینه ابنت الحسین ابن علی علیه السلام عن ام کلثوم بنت علی علیه السلام عن فاطمه بنت رسول الله، همه اینها از فاطمه دختر پیامبر اکرم نقل کرده است که قالت حضرت می فرماید فاطمه زهرا نقل کرده است که سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، که شنیدم پیامبر گرامی اسلام می فرمود، حالا من فقط ترجمه این حدیث رو خدمت شما عزیزان نقل کنم، که فاطمه زهرا سلام الله علیها می فرماید در معراج پدرم وقتی نقل کرد که به آسمان رفتم وارد بهشت شدم، به قصری از جواهر سفید رسیدم، این قصر دری داشت که با در و یاقوت تزیین شده بود و بر آن در پرده آویخته بود، چون سرم را بلند کردم دیدم نوشته است لا اله الا الله محمد رسول الله و علی ولی الله و ولی القوم. اینجا یکی از درها با این شعارها تزیین شده است. بر پرده این عبارت بر پرده دیگر حضرت می فرماید دیدم نوشته شده است که خوشا به حال شیعیان علی، وارد اون قصر شدم در برابرم قصر دیگر دیدم از عقیق که دری از نقره و پردهی بر اون قرار داشت، وقتی بر اون نگاه کردم دیدم نوشته است محمد پیامبر خداست و علی وصی مصطفی، و همچنین نوشته شده بود شیعیان علی را به سرشت پاک بشارت ده. وارد قصر شدم دیدم قصر دیگری از زبرجد ظاهر شد که از آن زیباتر ندیده بودم، و بر آن قصر دری بود از یاقوت سرخ که بر بالای آن
در پرده قرار داشت و پرده را بالا زدم و این جمله روی آن نوشته یافتم که شیعه علی همان رستگارانند. به جبرئیل گفتم این قصر از آن کیست؟ گفت ای محمد، متعلق به علی وصی و پسر عمویت. مردم در روز قیامت پا برهنه و عریان محشور می شوند جز شیعان علی. مردم در صحنه محشر به اسم مادرانشون خوانده می شود غیر از شیعان علی که به نام پدرانشون خوانده می شود، زیرا آنها علی را دوست داشتند و به این خاطر سرشتشان و تینتشون پاک گردیده است. این یکی از روایات است که در سند آن حضرت سکینه دختر امام حسین علیه السلام قرار دارد. در ویژگی دیگری که به این شخصیت بخوام اشاره کنم این است که جناب سکینه خاتون یکی از کسان است که برای امام حسین علیه السلام خیلی عزیز بوده است و محبوب دل ابی عبدالله الحسین علیه السلام بوده است. همان گونه که اشاره شد، حضرت این عزیز بودن دخترش رو در روز عاشورا به این شکل بیان کرده است و با لقب خیرت النسوان از اون حضرت یاد کرده است. دلبستگی و مهر امام نسبت به سکینه در آخرین خداحافظیش از خیمه ها قابل ملاحظه و قابل دقت است که ببینیم چگونه این بانو برای پدر بزرگوارش عزیز و محترم بوده است. وقت حضرت آمد صدا کرد و نادا یا سکینه، یا فاطمه، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن من السلام، که در این فهرست و لست که حضرت بیان می کند اول اسم سکینه به میان می آید. علاقه فراوان سکینه هم نسبت به پدرش بیان کرده است که عنان اختیار را از کفش ربود، دستهایش را بر سر فرود آورد و گفت فنادت و سکینه یا ابه استسلم تبلیل موت، میگه دست بر سر گرفت و صدا زد ای پدر، آیا برای مرگ و برای شهادت آماده شده ای؟ فقال کیف لا یستسلم من لا ناصر له ولا معین. حضرت فرمود چگونه برای شهادت آماده نشود کسی که نه یاوری دارد نه کمککاری دارد. فقالت یا ابه، سکینه اینجا از پدرش درخواست کرد، ردنا الی حرم جدنا، پس اگر وضعیت به این شکل است که دیگر کسی تو را یاری نمی کند ما را به حرم جدمون برگردان. که امام حسین علیه السلام اون جمله معروف رو اینجا بیان می کند، فقال حیحات لو ترک القتال نام. این حرف و این خواسته از خواسته هایی است که برآورده شدنی نیست، چون ضرب المثل رو بیان میکند که اگر مرغ قطا رها بشود آزاد گذاشته بشود میخوابد، اما نمیگذارند این چنین. وقتی این حضرت این جمله رو بیان میکند فتصارخن النساء فسکتهن الحسین و حمل علی القوم، فریاد ناله از بین زنان بلند میشود و امام حسین علیه السلام اونها را آرام میکند و به سمت میدان حرکت میکند. خب در یک چنین صحنه با آن که حضرت خداحافظی میکند، اما دختر نازدانه ابی عبدالله الحسین علیه السلام آرام نمیگیرد، نمیتواند بعد از پدرش آرامش داشته باشد و سخنان عاطفه انگیزی با پدر مطرح میکند که این حرفها بر دل امام حسین علیه السلام نیز سخت تمام می شود. حضرت حالت گریه برایش دست می دهد و بعد می فرماید ای نوری دیدم، گریه کم کن و این گونه قلب مرا آتش مزن، تا زنده ام گریه نکن. بعد از آن که به شهادت رسیدم اون زمان است که ناله و فریاد تو بلند می شود. بعد این گونه بیان کرد سیطول بعدی یا سکینه تو فعلمی من کلبکاو اذا الحمام دهانی، به زودی ای سکینه این گریه های طولانی فرا خواهد رسید و وقت دانستی که مرا مرگ فرا گرفته است اون زمان است که صدای گریه و نالت را بلند کن. لا تحرقی قلبی به دمعی که حسرتن مادام من روح فی جثمانی. حضرت از دخترش
میخواهد تا زمانی که من زنده‌ام و روح هنوز در بدن من است با این گریه های خودت قلب مرا با این اشک های خودت مسوزان و آتش مزن. و اذا قتلت فانت اولا بالذی تأتینه یا خیرت النسوانی. وقتی به شهادت رسیدم اون زمان سزاوارترین شخصی که برایم گریه کند تو هستی. اینجاست که امام حسین علیه السلام با این تعبیرهای عاطفی اون علاقه و محبت خودش رو به دختر نازدانش بیان میکند و سکینه هم بلایای سنگین روز عاشورا را با دل استوار و اراده پولادین تحمل نمود و به مرتبه از یقین و رضای الهی رسیده بود که در مقابل همه این مصیبت ها و گرفتاری ها لب به شکایت و اعتراض نگشود. اما در روز عاشورا نقل کرده است که شاید جز اولین کسانی که از شهادت ابی عبدالله الحسین علیه السلام نیز مطلع شد جناب سکینه بود. وقتی اسب بی صاحب ابی عبدالله الحسین علیه السلام از میدان برگشت کنار خیمه ها و صیحه اسب در میان خیمه های شنیده شد، اینجاست که همه از خیمه ها بیرون دویدن، اسب بی صاحب امام حسین علیه السلام رو دیدن. از جمله کسانی که در اینجا حرف زده از سکینه است که با اسب بی صاحب پدر خودش خطاب کرد: ای اسب بابا، پدرم وقتی به سمت میدان میرفت لب تشنه بود، آیا موقع شهادت کسی آب با اون حضرت دادن یا نه؟ که قطعا جوابی منفی شنیده بود و شنید. اما جمله دیگر هم که اشاره کنم این است: وقتی هم که وسرا را از میان بدن شهدای کربلا عبور می دادن، اینجاست وقت سکینه دید بدن پدر مهربانش در میان خاک و خون بدون غسل و کفن باقی مانده است. میگه دوید بدن بابا را در آغوش گرفت. اونجاست حالت غش و بیهوشی برایش پیش آمد و در عالمی رؤیا و عالمی که بیهوش شده بود این ندای پدر را شنید که پیام داد: شیعتی ما این شربتم ری عذب فذکرونی او سمعتم بغریبین او شهیدین فندبونین. میگه جناب سکینه خاتون بلند شد در حالی که اشک بر صورتش سرازیر بود و به صورتش لطمه میزد و اینجا هاتف فریاد میزد: بکت الارض و السماء علی به دموع غزیرت و دماء. آسمان و زمین با اشکهای ریزان و با خون که گریه می کند بر اون حضرت گریه کرده است، گریه کرده است بر اون کسی که مقتول به کربلاست. بین غوغای امت ندعیا منع الماء و هو عنه قریب عین نبک الممنوع شرب الماء. به این وسیله جناب سکین خاتون با مصیبت‌های فراوان در روز عاشورا مواجه بوده است. امیدوارم خداوند متعال به برکت این رنج‌ها و دردهای که این بزرگواران تحمل کرده‌اند، عزت و عظمت اسلام و مسلمین و شیعان امیرالمؤمنین رو در سراسر جهان روزافزون گرداند و انشاءالله بهای خون این شهدا و این عزیزانی که در راه خدا این گونه رنج ها را تحمل کردن فرج و ظهور حضرت ولی عصر امام زمان علیه السلام باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.